اما بریم به سراغ حالت‌های مختلف مشتقگیری از انتگرال و کل قضایای بنیادی رو کنار هم ببینیم. خیلی اسم ما نیاز نداریم توی انتگرال، فقط مهم اینه که بدونیم که چیکار می‌خوایم انجام بدیم. قضیه بنیادی اول چی میگه؟ میگه اگر تابع f در فاصله i پیوسته باشد a عضو i و برای هر x عضو i fx میشه حاصل اون انتگرال، و چون میدونیم انتگرال برعکس مشتقه، در نتیجه اون تابع توی انتگرال بوده مشتق بیرونیه. خب این چیز واضحه و نیازی خیلی به توضیح نداره، کاری هم خیلی باش نداره. دومی رو البته جلوتر بیشتر راجع بهش صحبت میکنیم، ولی اسمی ازش نمیاریم، نیاز نداره بریم این قضیه بنیادی دومه. اما میگه که اگر حالا مثلا محدوده داشت انتگرال، یعنی انتگرال معین بود، بعد از انتگرال گرفتن یه بار عدد بالایی رو بذار داخلش، یه بار عدد پایینی رو بذار از هم کم بکن. بازم خیلی برای ما مهم نیست اینکه بدونیم اسم اینا چیه، مهم اینه که ما بتونیم انتگرال بگیریم و گزینه درست رو انتخاب بکنیم. اما ما میخوایم از خود انتگرال مشتق بگیریم. من اومدم سه دسته تقسیمش کردم. چی میگم؟ میگم اگه محدود انتگرال عدد باشه، یعنی همچی چیزی داشته باشه، حتما جواب صفره. علت چیه؟ آقا خب ما این انتگرال حساب میکنیم، جوابش میشه یه عدد، از عدد مشتق بگیم، مشتقش میشه صفر. پس اگر محدوده انتگرال عدد باشه، اون موقع مشتق حتما چند میشه؟ صفر میشه. دومی، انتگرال محدوده نداشته باشه یا نامعین باشه. در این حالت اگر مشتق بگیریم تابع توی حاصل میشه. یعنی من اگر محدودم عدد بود مشتق صفره، اگر محدوده نداشتم میشه خودش، هر چی که اون توه. سومی میگه محدوده انتگرال بر حسب تابع باشه. آقا یعنی چی بر حسب تابع باشه؟ یعنی مثلا اینجوری، یعنی مثلا اون بالای سینوس باشه، پایینی کوسینوس باشه. یعنی محدوده دیگه عدد نباشه، تابع باشه. مشتق گیری از این یه فرمول داره. فرموله چی میگه؟ میگه مشتق بالایی رو بگیر میشه h بیری f h x، یعنی این تو متغیر داشته اون تابع رو جاش بذار. منهای مشتق پایینی رو بگیر در f g x، یعنی اگر توی این تابم هر متغیر داشتم این g x رو قرار میدم. الان تو اولی مثال متوجه میشی منظورم چیه. فقط فرمولشو ببین، مشتق بالایی رو بگیر جایگذاریش کن، منهای مشتق پایینی رو بگیر جایگذاریش کن. اولی سوالو ببین، میگه f پریم x را از این تابع بیابید. یعنی آقا داره میگه از این شما بیا مشتق بگیر. ما سه حالت داشتیم، عدد باشه، هیچی نباشه، تابع باشه. الان خب اینجا x دارم دیگه، یعنی متغیر دارم، پس باید از این حالت استفاده بکنم. حالا دانش آموز خوب توجه بکن، من وقتی میخوام از این مشتق بگیرم، طاهری به تو فرمول چی گفته بود؟ گفته بود مشتق بالایی رو بگی. الان مشتق بالایی چنده؟ یک. گفتم این تو متغیر میبینی، این دیتی رو کار نشته باشه، دیتی دی ایکس رو بذار کنار، بقیه رو ببین. این تو متغیر میبینی، اون یاروه رو بذار جاش. الان اون یاروه چیه؟ ایکس. یعنی جای این تیا باید ایکس بذاریم. خب بالا میشه ایکس، پایین میشه ایکس چهار به اضافه یک. منهای مشتق پایینی مگه عدد نیست؟ صفر. حالا صفر تو هر چیزی هم ضرب بشه اصلا اهمیتی نداره. خب این یه تیکه که میپره، اینم که یک توش ضرب شه مهم نیست، میشه x رو x4 رو به اضافه یک. بعدی گفته اگه f در بازه 1 و 2 پیوسته باشد، d به dx انتگرال 1 تا 2 f t d t کداست؟ خب بچه ها ببینی، ما سوالت داشتیم دیگه، اگه محدوده عدد بود مشتقش میشد صفر، اگه محدوده نداشت هر چی توی انتگرال بود، و در نهایت اگر بر حسب متغیر بود که اون فرموله. الان اینجا وقتی من میخوام از این مشتق بگیرم، مگه محدودش عدد نیست؟ خب جواب چند به دست میاد؟ صفر. بعدی رو ببینید، گفته اگر انتگرال صفر تا دو تی اف ایکس باشه سینوس دو تی، ضابطه اف ایکس را بیابید. ببینید طراح تابعی رو خواسته که توی انتگراله. من یه چیز به شما میگم، میگم تنها راه رسیدن به تابع داخل انتگرال مشتق گیری. یعنی هر وقت طراح اون تابعی رو خواست که توی انتگرال قرار گرفته، کافیه که شما ازش مشتق بگیرید. خب پس من الان باید از دو طرف این مشتق بگیرم. مشتق این وریه رو نگاه کن، حالت یکه، دو یا سه، باری کلا دمت گرم حالت سه. چرا؟ چون اینجا شما داری متغیر میبینی. خب وقتی میخوای ازش شروع بکنی به مشتق گرفتن، مشتق اون بالایی رو میگیری، میشه دو. دو گفتیم اینجا متغیر داشتی، اینو جاش میذاری، میشه اف دو تی. منهای مشتق پایینی رو که بگیریم صفر، صفر تو هر چیز ضرب بشه میشه صفر.
مساویه. این ورم سینوس به توان دو رو مشتق بگیریم میشه دو تا سینوس کوسینوس. این طرف که ما کاری نداریم. اما دقت کنید دو تا سینوس کوسینوس مگه نمیشه سینوس دو آلفا؟ در نتیجه اف دو تی میشه سینوس دو تی تقسیم بر دو. این دویی هم که این ور بود تقسیم کردیمش. من الان اف دو تی رو به دست آوردم، اما آیا طراح از من اف دو تی خواسته؟ نه، طراح از من اف ایکس خواسته. یعنی من باید اون چیزی که داخل پرانتز دارم و ایکس در نظر بگیرم. پس اف ایکس میشه سینوس ایکس تقسیم بر دو. این هست. توی این سوال گفته اگر جی ایکس مساویه انتگرال دو تا ایکس تی تقسیم بر رادیکال یک به اضافه تی سه، جی ایکس رو یه تابع انتگرالی من معرفی کرده، مشتق راست تابع ایگرگ مساویه ایکس در جی ایکس در ایکس مساویه دو کدا است؟ بچه ها ببینی، ما باید مشتق این تابع رو بگیریم. مشخصا مشتق ما اینجا مشتق حاصل ضرب. مشتق حاصل ضرب چی بود؟ مشتق اولی در دومی به اضافه مشتق دومی در اولی. خب من اگر مشتق اولیه رو بگیرم مشتق ایکس میشه چند؟ یک. میاد توی جی ایکس ضرب میشه به اضافه مشتق دومی یعنی جی پریم توی اولی ضرب میشه. حالا الان اینجا من باید بیام جایگذاری کنم تابعایی که دارم. یک تو جی ایکس که یعنی خود جی ایکس، پس اینجا خود جی ایکس رو می نویسم که یه همون انتگرال است. جی پریم رو میخوام حساب کنم. آقا یعنی من باید از این انتگرال مشتق بگیرم. خب ما چند حالت انتگرال گیری یعنی مشتق گیری از انتگرال داشتیم؟ سه حالت. اولی این بود که محدود فقط عدد باشه، دومی این که هیچی نباشه، سومی این که بر حسب متغیر باشه. خب مشخصا اینجا بر حسب متغیر، پس باید اون فرموله بریم. فرموله چی میگه؟ میگه مشتق بالاییه رو بگیم. مشتق بالاییه چی؟ ایکس میشه یک. حالا نگاه بکن جای اون متغیر رو باید ایکس بذارم، یعنی جای تیا ایکس بذارم میشه ایکس رادیکال که اضافه ایکسه. منهای مشتق پایینیه، مشتق دو چنده؟ صفر. صفر تو هر چیز ضرب بشه میشه صفر. پس این شد جی پریم. جی پریم خودش باید توی ایکس ضرب بشه که توی ایکس هم ضربش کرد. اما طراح گفته جای ایکساش دو بذاریم. اگه دو رو قرار بدیم میشه انتگرال دو تا دو تی رو رادیکالی که بذاری تی دو به اضافه اگه دو رو بذارم میشه دو سوم ضرب در دو. بچه ها انتگرال دو تا دو همون اول داستان گفتیم وقتی انتگرال یه عددی تا همون عدده یعنی اصلا جا به جا نشده، یعنی یه دونه نقطه است. انتگرال یه دونه نقطه میشه صفر چون مساحتی نداره. پس وقتی این تیکه اول صفره میشه دو تا دو سوم که جواب چند به دست میاد؟ چهار سوم. ولی میتونن اینها رو با حد هم ترکیب بکنن. وقتی که میخوان با حد ترکیبش بکنن مثلا یه همچی چیزی میدن، نگاه کن این حد دو خواسته، من قدم اولم اینه دو رو جایگذاری کنم، دو رو میذارم پایین میشه صفر، دو رو بذارم بالا یه انتگرال دو تا دو دارم، انتگرال دو تا دو جواب چند میشد؟ صفر. پس میشه صفر صفرم. پس از هوپیتال استفاده میکنم. هوپیتال یعنی مشتق صورت به مشتق مخرج. خب مشتق مخرج که یکه، صورت دو مرتبه حاصل ضرب دارم، میشه مشتق اولی در دومی میشه یک در انتگرال دو تا ایکس رادیکال 20 منتیجه به اضافه. حالا میخوایم مشتق دومیه رو بگیریم، یعنی مشتق انتگراله. باز حالت سوم است، یعنی باز مشتق بالاییه رو میگیرم. مشتق بالاییه چنده؟ یک. اینجا به جای تی ایکس واقع بذارم میشه رادیکال 20 منه ایکس شا. منهای پایینش عدد داریم، مشتقش میشه چند؟ صفر. و در نهایت ضرب در ایکس. حالا به جای ایکس همون چند واقع بذاریم؟ دو. اگه به جای ایکس همون دو بذاریم این انتگرال دو تا دو اولی که صفر میشه این برم یه دو ضرب در دو باقی میمونه که جواب به دست میاد برابر با چهار. آقای میشه یکی دیگه از این حدی ها حل بکنی؟ آره. بیاینم یکی دیگه میشه لیمیت ایکس به سمت صفر بیشتر انتگرال صفر تا ایکس دو سینوس رادیکال تی روی ایکس. دوباره من اگه صفر رو جایگذاری کنم با توجه به اینکه اون بالا میشه انتگرال صفر تا صفر، خب انتگرال صفر تا صفر که صفره، پایینم که صفر شد صفر صفر، برو تو کار هوپیتال. مشتق پایین که 3x2 بالا یه انتگرال داریم میخوایم مشتق بگیم، حالت 1 2 3 سومی است، مشتق بالاییشو بگی 2x. اینجا جا متغیرها x2 رو بذار میشه سینوس رادیکال x2. منهای مشتق پایینی چنده؟ 0. خب رادیکال x2 رو همه میدونن، میاد بیرون میشه قدر مطلق x، یه x بالا پایینم میتونیم بزنیم، پس میشه 2 تا سینوس قدر مطلق x روی 3x.
آقا قدر مطلق کجاش مهم بود؟ داخلش، اینکه مثبت یا منفیه. من اگه صفر بیشتر رو داخلش بذارم، خب مثبت و خودش میاد بیرون، پس میشه 2 تا سینوس x تقسیم بر 3x. حتما همه میدونن کمان مثلثات یا سینوس و تانجانت صفر بشه، سینوس و تانجانت میافتن، پس میشه 2x رو 3x، x ها رو بزن، جواب میشه 2/3. اینم مشتق گیری از انتگرال که سه حالت داشت.